برای مخاطب با عرض سلام بیننده های عزیز به برنامه خبری ساعت 6 از خورشید خوش آمدید. امروز دوشنبه 30 مه 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 20 مه 2019 میلادی. در نخواست سرخط خبرها، ایجاد هیئت 27 نفری برای حل تنش‌ها بر سر احراز کرسی مجلس نمایندگان، آمادگی شماره از کشورها برای میزبانی گفتگوهای سال با طالبان، جان باختن 6 پلیس از اثر حمله مهاجمان بر 2 پاسگاه پلیس در کشور، آغاز کار عملی پروژه کاسا 1000 تا 1 هفته دیگر و جان باختن 30 تن از اثر شورش در 1 زندان. بنفشه بهار نبی‌زاده هستم. نمایندگان مجلس برای پایان اختلاف بر سر کرسی ریاست این مجلس هیئت 27 نفری را ایجاد کردند. برخی از نمایندگان میگویند این کمیسیون موظف است تا موارد اختلافی را که به وجود آمده است بررسی نماید. از سوی هم برخی از نمایندگان مجلس ادعا میکنند که هواداران کمال ناصر اصولی 5 نیروی امنیتی شورای ملی را از بهر اجازه ندادنشان به تالار لاتکوب کرده و زخمی ساختند. در همین حال سازمان ملل متحد در سومین گزارشش در مورد فساد شورای ملی افغانستان را عامل ترویج فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور دانسته است. جزئیات بیشتر این خبر از همکارم. ادامه اختلاف ها بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان. نمایندگان مجلس یکی پس از دیگری وارد شورای ملی می شوند تا داخل تالار شوند، اما این درب تالار بروی آنان بسته است و نظامیان اجازه ورود به آنها را نمی دهند. موضوعی که سبب تنش تازه در این تالار می شود، اما این بار متفاوت. تنش در میان هواداران دو نامزد پست ریاست مجلس نمایندگان نه، بل میان هواداران کمال ناصر اصولی و نیروهای امنیتی شورای ملی شکل می گیرد. از این موضوع بسیار متاسف هستم. ما وقتی که صبح آمدیم 5 تن از نیروهای امنیتی مجروح شده. این کار یک کاری وحشیانه است، در حالی که نیروهای امنیتی برای تامین امنیتی ما اینجا کار میکنن. سومین روز است که اختلاف میان هواداران میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی از بهر گزینش رئیس این مجلس وجود دارد. هرچند دیروز هیئت 15 نفری برای حل این موضوع ایجاد شده بود، اما این کار نتیجه را در پی نداشته است. بعد از بحث‌های 2 ساعته که در حضور ما صورت گرفت، دوستای ما که از هر 2 طرف هیئت نمایندگان معرفی شده بودن، او از ما معذرت خواستن، گفتن ما میتونیم که این قضیه را تا شب ما خود ما حل کنیم. به اساس ما از کمیته خارج شدیم و واگذار کردیم موضوع را به خود این هیئتی که از 2 طرف معرفی شده بود، که متاسفانه تا به حال نتیجه ما به دست نیاورده. عقربه ساعت به گردش است تا مجلس نمایندگان به نتیجه دست یابد، اما با گذشت ساعت‌ها انتظار سرانجام نمایندگان مجلس با توافق هواداران آقایان رحمانی و اصولی با میانجیگری فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی تصمیم گرفتند تا هیئت 27 نفری را برای حل این مشکل ایجاد کنند. بالای 2 موضوع کار بکنند. یک رأی که از رحمانی صاحب است و او از طرف رئیس موقت مجلس رای باطل اعلان شده، در حالی که رای باطل نیست، آرشیف را ببینن و باطلیت یا ابطال او رای بالایش تصمیم بگیرن. در حال تنش میان نمایندگان مجلس از بر احراز کرسی ریاست مجلس نمایندگان وجود دارد که سازمان ملل متحد در سومین گزارشش در مورد مبارزه با فساد در افغانستان گفته است که شورای ملی این کشور خود سبب ایجاد فرهنگ معافیت از مجازات شده و این نهاد عامل ترویج فرهنگ معافیت است. وزارت امور خارجه میگوید اندونزی، ازبکستان و آلمان به خاطر میزبانی از گفتگوهای سال میان حکومت و طالبان آمادگی نشان دادند. در همین حال آگاهان سیاسی میگویند که اجماع منطقه‌ای برای پایان جنگ در کشور به وجود آمده و هر کشور که به خاطر تامین صلح در افغانستان همکاری نماید باید از آن استقبال شود. نعمت الله حبیبی جزئیات میدهد. پس از حضور در نشست گفتمان آسیای میانه در تاجکستان، اینجا آمده و میگوید که در آن نشست در بخش‌های گوناگون به ویژه درباره برنامه سودمند منطقه‌ای برای مبارزه با هراس افغانی تاکید شده است. افسون بر این سخنگوی این نهاد میگوید که کشورهای اندونزیا، ازبکستان و آلمان به خاطر میزبانی گفتگوهای صلح افغانستان از خود آمادگی نشان دادند. تحرکات کلان و حرکت‌های بزرگی را به خاطر
کمک دولت افغانستان برای رسیدن به صلح روی دست گرفته و کشور اندونزیا و ازبکستان آمادگی شانه به خاطر میزبانی نشست بعدی گفتگوهای صلح اعلان کردند. آلمان بسیار فعال شده و به گونه بسیار جدی علاقمند سهمگیری فعال به خاطر زمینه سازی گفتگوهای رو در رو میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان هست. اکنون شماری از آگاهان سیاسی میگویند که اجماع منطقه‌ای برای پایان جنگ در کشور به وجود آمده و هر کشوری که به خاطر تامین صلح افغانستان را همکاری نماید باید از آن استقبال شود. هر آن کسی در این حالت با مریضی مزمن ما حداقل کمک بکنه، چی در نسخه کمک کنه، چی در دوا کمک کنه، بنان ما از آنها خوش هستیم. برخی دیگر از آگاهان به گفتگوهای بین الافغانی تاکید می نمایند. گفتمان صلح حضور شخصیت های واقعی صلح را در مسیر منافع ملی می تانند سوق بتن و مدیریت بکنند. در سوی دیگر مارکس پوتزل نماینده ویژه آلمان برای افغانستان دیروز با ملا عبدالغنی برادر مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد، چیزی که وزارت امور خارجه درباره آن این گونه واکنش نشان می‌دهد. ما طبیعتاً از تلاش‌های آقای پوتزل استقبال می‌کنیم و ما امیدوار هستیم که به زودی زمینه گفتگوهای رو در رو میان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان فراهم شود. وزارت امور خارجه همچنان تاکید میکند که نقش پاکستان برای پایان جنگ در افغانستان سودمند است و این کشور تا اکنون گام صادقانه و عملی برای تامین صلح در کشور بر نداشته است. در حمله مهاجمان بر دو پاسگاه پلیس در کابل و کاپیسا 6 پلیس جان باخته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس کابل میگوید 6 مهاجم شام روز گذشته بر یک پاسگاه پلیس در منطقه دوغاباد شهر کابل حمله کرده و در نتیجه درگیری ها 3 پلیس جان باخته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال سخنگوی والی کاپیسا نیز از جان باختن 3 پلیس در حمله گروهی از مهاجمان بر یک پاسگاه پلیس در مرکز این ولایت خبر میدهد. مسئولیت این حمله ها را طالبان بر عهده گرفتند. مهاجمان یک محافظ دقیقا در همینجا آماج قرار میدن و پس از آن وارد پاسگاه میشن و در همینجا چند دقیقه با نظامی دیگه که در این اتاق گیری میپردازن و بعدش اینجا نظامی که هنگام افطار و نماز بودن اینا را برکبار میبندن. در این رویداد 3 پلیس جان باخته و 3 تن دیگه همچنان زخم برداشته است. سربازانی که در هنگام افطار جان سپردند و بودی که دیگر صاحب ندارد و خونهایی که هنوز بر در و دیوار این بازگاه موجود است از نشانه های این حمله خونین است. نخستین کسی که پس از انجام حمله مهاجمان بر این بازگاه داخل شده و نمیخواهد در برابر دوربین ظاهر شود چشم دیدش را این گونه بازگو میکند. فقط ما یک دان نان ندیدیم که یک کاسه شوروا خونم را دیدم که از کلا سرش افتیده بود، خون پر شده بود. دیگه داخل دود میزد که مچم نارنجک هم انداخته بودن چی انداخته بودن. نیک محمد در نزدیکی این پاسگاه در دوغاباد دکاندار است و از چیگونگی انجام حمله و شمار مهاجمان میگوید. نزدیک بودیم، فر شروع شد وجا دو مرتایکل دو نفر بود از اینجا گرفت. جنایی میگن هیچ کدامشان به درد نمیخوره خو؟ همی در نفت خود کار میکنه. در شمال این پاسگاه شورای ملی و در جنوب آن قول اردوی عملیات های خاص قرار دارند. اما رسیدن گروه طالبان بر چنین موقعیت ها خشم پایتخت نشینان را برانگیخته است. او شپاگ و نفر ملکیگی او دولت پا دیزه که نه گزمه لری نه خل لری او تو که هیچ آغا نکی پختنه نکی. چاکور گرفته در مشار گشته نمیتونیم. ما در ایس را ایران هستیم که چطور او مسلح امرای کلاشینکو و امرای بمیدستی چطور در اینجا میرسه؟ پلیس کابل از بررسی ها در مورد چیگونگی حمله بر این پاسگاه پلیس سخن زده و میافزاید. در این رویداد 3 پلیس جان باخته و 3 پلیس دیگر زخم برداشتند. به دشمن هم تلفات رسیده که دو تنشان کشته شدن، دو تن دیگه شان مجروح شده و ساعت فرار کردن و در مورد این که گویا تجهیزات از اینجا برده باشن این موضوع اصلا درست نیست. این دومین حمله مهاجمان در کمتر از 5 روز گذشته بر پاسگاه های امنیتی در شهر کابل است. حمله هایی که پرسش های زیادی را برای تامین امنیت شهر کابل به بار آورده است. شیرشاه رسولی، تلویزیون خورشید، کابل.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر به پایان کار رئیس جمهوری در اول جوزا تاکید کرده و ادامه کاروایی را پس از آن غیرقانونی میداند. این شورا هشدار میدهد اگر رئیس جمهور پس از اول جوزا به کارش ادامه دهد، آنان دست به هر کار ممکن زده و مسئولیت هر گونه نابسامانی در کشور نیز به دوش حکومت خواهد بود. حسین راستی منش. تنش بر سر پایان کار رئیس جمهور در اول جوزا. 12 نامزد انتخابات رئیس جمهوری امروز بار دیگر زیر یک سقف جمع شده و بر پایان کار رئیس جمهور غنی تا دو روز دیگر تاکید می‌ورزند. دوران کار حکومت به پایان رسیده است. هیچ نوع تأخیر دیگر قابل قبول است. اگر اینا به قانون اساسی ما در اول جوزا احترام نگذارند، اینا باعث بحران در کشور میشوند. این نامزدان ادامه ای کار حکومت وحدت ملی را پس از اول جوزا غیر قانونی دانسته و ایجاد حکومت سرپرست را پیشنهاد میکنند. سرپرست حکومت طرح جوړ د ټول مشران خبري باندې وکړي، بس نو پیشنهاد مو درته دادی چې نور د دې تیرسه اول د جوزا څخه مژده د جمهور رئیس په توګه باندې نه پیژنم. شورای نامزدان انتخابات رئیس جمهوری هشدار می‌دهد که اگر رئیس جمهور پس از اول جوزا به کارش ادامه دهد، آنان دست به هر کار ممکن زده و مسئولیت هر گونه نابسامانی در کشور نیز به دوش حکومت خواهد بود. طرح را که کاندیدای محترم پیشنهاد کردن حکومت قبول بکنه، حکومت همچنان به شکل غیر قانونی و نامشروع تمدید میکنه وقت خوده، مطمئنه که مسئولیت و عواقب تمدید به دوش خودشان است. این شورا همچنان نوار دیداری رئیس جمهور غنی را که در انتخابات 2009 خود چنین موضعی را گرفته بود با رسانه ها شریک کرده و به کنایه نیز به رئیس جمهور چنین میگوید: واضح مشخص است که مدت کار جناب ایشان در اول جوزا تمام میشه. ما توصیه میکنم برای سخنگویای رئیس جمهور و کسایی که در اطرافش نزدیک هستند که چون حافظه خود از دست داده، همه روزه برش شیر با هنجیر جوش بده تا حافظش قوی شد. اما حکومت در این مورد چنین پاسخ میدهد: یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی استر محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. افراد، اشخاص و نهادها نمیتوانند به میل خود قانون تفسیر کنند. بر بنیاد ماده 61 قانون اساسی، وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت 30 الی 60 روز پیش از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد. پس از وقفه کوتاه ما را همراه باشید. به رویدادهای اقتصادی خوش آمدید. کار عملی پروژه کاسا 1000 تا یک هفته دیگر همزمان در افغانستان و تاجکستان آغاز خواهد شد. مسئولان شرکت برشنا میگوید کار ساخت پایگاه‌های انتقال برق در تاجکستان و پاکستان تکمیل شده و هم اکنون گفتگوها در زمینه روند عملی کاری لاین‌کشی این پروژه میان سه کشور ادامه دارد. از سوی هم وزارت امور خارجه عملی شدن این پروژه را برای توانمندسازی روابط اقتصادی کشورهای منطقه و افغانستان بسیار مهم می‌داند. پروژه کاسا 1000 که بر بنیاد آن 1300 مگاوات برق از کشورهای قرقیزستان و تاجکستان و افغانستان و پاکستان صادر می شود، از پروژه های بزرگ انرژی صادراتی آسیای میانه و افغانستان و پاکستان است. مسئولان شرکت برشنا می گویند در حال حاضر کار پایگاه های برق برای عملی شدن این پروژه در تاجکستان و پاکستان نزدیک به تمام شدن است و قرار است که تا یک هفته دیگر کار لاین کشی این پروژه از سوی دو شرکت هندی همزمان در افغانستان و تاجکستان آغاز شود. کمپانی هایی که ارزیابی کل پروژه را میکنند از طرف تاجکستان هایر شده و همچنان بخش تدارکات ازیره اونا هم کنترل و همچنان کنترل میکنند و او را ارزیابی میکنند. یعنی کارهای طبق استراتژیک پلان که با پروژه کاسا 1000 ساخته شده کار نرمال جریان دارد. از سوی هم مسئولان بخش همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه می گویند هیچ گونه دشواری در برابر آغاز کار این پروژه بزرگ منطقه‌ای در افغانستان وجود ندارد و بر بنیاد برنامه های تنظیم شده قرار است تا دو سال دیگر روند انتقال برق از طریق این پروژه به پاکستان آغاز گردد. در رابطه با کاسا 1000 من میتونم بگم که فعلا تمام مراحل تدارکاتی پروژه تکمیل شده و از سپتامبر سال گذشته عملا ما وارد مرحله اجرایی شدیم. دیگه هیچ مانع اجرایی خاصی وجود نداره
امیدوار هستیم که در ظرف یک الی دو سال آینده ما شاهد تکمیل شدن پروژه باشیم. لاین برق وارداتی پروژه کاسا 1000 با درازای 750 کیلومتر در کشور از ولایت‌های قندوز، بغلان، پنچیر، کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار گذشته و به مرزهای پاکستان می‌رسد و در جریان ساختمان این پروژه در ولایت‌هایی که در آنها عملی خواهند شد 40 میلیون دلار در پروژه‌های خدمات همگانی در این ولایت‌ها هزینه خواهد شد. با گذشت بیش از یک ماه از تعهد وزارت ترانسپورت در زمینه بازسازی دوباره پل کمپنی، هنوز هم این پل به گونه مخروبه باقی مانده است. شماره از باشندگان و رانندگانی که از این مسیر رفت آمد میکنند میگویند کندکاری نهادهای مسئول در بازسازی دوباره این پل دشواری های زیاد را به وجود آورده و آنان ناگزیرند روزانه نیم ساعت راه را برای رسیدن به ایستگاه موتر بپیمایند. پل کمپنی در حوزه پنجم امنیتی کابل یکی از پل‌های دانسته می‌شود که پایتخت را با 16 ولایت جنوبی وصل می سازد. این پل که به دلیل بارندگی ها و سیلاب های یک ماه پسین فرو ریخته بود تا اکنون به گونه مخروبه باقی مانده است و دشواری های بسیاری را برای باشندگان، مسافرین و رانندگان در این مسیر به وجود آورده است. هرچند وزیر ترانسپورت سوم ثور در دیدار با رئیس جمهور غنی از مناطق سیلاب زده پایتخت تعهد سپرده بود که کار بازسازی دوباره این پل تا نهم ثور تکمیل می گردد، اما دیده می شود که با گذشت نزدیک به یک ماه حتی کارهای ابتدایی هم در زمینه بازسازی این پل انجام نشده است. مشکلات مردم بسیار زیاد است. از راه های دور که میتونه در وسط نقاش از وسط نقاش می تخمینا یک ساعت راه ما دور شده. نه پیاده رو شته دیگه چی پیاده خلک رفت آمد به اوکا او نه دی موتر رو کمه امکان آن شده دیگه. باشندگان منطقه کمپنی میگویند به دلیل کنکاری در بازسازی این پل آنان برای انجام کارهای روزمره با ویژه رفتن به ایستگاه موترها با چالش های زیادی روبرو اند و افزون بر آن مسافرانی که از این مسیر میگذرند ناگزیرند شب را با کالاهایشان در اینجا سپری نمایند. مسافرین که من شبانه بیچاره کت بایک و بار و بستری خدا نزدیک تا کمپنی پیاده میرن بعد از اون موتر میره راه بند میباشه موترهای کلان هم میایه. مسافرین که از سمت ایران میایه، از ایرات میایه، از قندار میایه، باز خصوصا که مردم که پای پیاده است، مردم که خانه هایش نزدیکا هست، او خب بیخی به تکلیف است. نه در بازار کمپنی پای پیاده میایه. هرچند وزارت دفاع ملی به منظور جلوگیری از افزایش دشواری ها در این مسیر 63 متر پل آهنی را به گونه موقتی آماده کرده، اما گفته می شود وزارت ترانسپورت اجازه نصب این پل آهنی را به دلیل نبود پایه های معیاری و تخریب بیشتر نداده است. ما به خاطر از اینکه وزن تقسیم شود با یک پایه ضرورت داشتیم که متاسفانه اونا بر ما ساحه را پایه را آماده نکردند، پل ما به همین شکل همه تو به حالت چیز تعلیق در آورد. اما مسئولان وزارت ترانسپورت باری دیگر تعهد می سپارند که قرار است تا یک هفته دیگر کار بازسازی این پل به گونه معیاری آغاز شود. در کناری که ما پل استکامر در ساحه جابجا می کنیم، تیم سروی ما و همچنان فعلا در ساحه مصروف سروی است، سرویش تکمیل شده، فعلا مصروف دیزاین است و برآوردش هم صورت گرفته که در کناری که ما پل استکامر در ساحه جابجا می کنیم که پل را به طور اساسی و همیشگی و دائمی در اونجا بسازیم. گفتنی است در حال حاضر تنها موترهای کوچک می توانند از راه های فرعی و پس کوچه ها رفت آمد کنند، اما موترهای باربری و مسافربری ساعت ها را در بر می گیرد تا مسیر کمپانی را بپیمایند. خبرهای خارجی پس از میان برنامه. ادامه خبرها. در پی شورش زندانیان در یک زندان تاجیکستان بیش از 30 تن کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دادگستری تاجیکستان گفته است که این زندان در شهر وحدت واقع در شرق دوشنبه واقعیت دارد و محل نگهداری زندانیانی است که به بنیادگرایی دینی محکوم شدند. درگیری ها دیشب زمانی آغاز شد که زندانیانی که به جرم پیروی از گروه موسوم به دولت اسلامی محکوم به زندان شده بودند با استفاده از چاقو و ابزار تیز دیگر سه زندانبان را به گروگان گرفتند و قصد فرار داشتند. در ادامه تنش‌ها میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داده که هرگز کشورش را تهدید نکند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این هشدار رئیس جمهوری آمریکا پس از آن انجام شد که عصر دیروز یک موشک در نزدیکی‌های سفارت آمریکا در عراق فرود آمد. رئیس جمهوری آمریکا در توییتر افزود که هر گونه درگیری سبب پایان رسمی ایران خواهد شد. عربستان سعودی نیز اعلام کرده است که هر گونه اقدام تحریک‌آمیز ایران را با تمام قوا پاسخ خواهد داد.
ولادیمیر زلنسکی طنز پردازی که پیش از این هیچ مقام دولتی نداشت امروز به حیث رئیس جمهور تازه اوکراین سوگند یاد کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز زلنسکی ماه گذشته در یک پیروزی غیر منتظره و قاطعانه نزدیک به 75% آرا را به دست آورد و توانست پترو پروشنکو رئیس جمهور پیشنهان کشور را شکست دهد. آقای زلنسکی بی تردید پس از آغاز دوره ریاست جمهوریش با چالش‌های جدی مانند مقابله با نیروهای مورد پشتیبانی روسیه در شرق اوکراین روبرو است. مجموعه خبری این ساعت در همین جا با پایان رسید. با بقیه برنامه‌های دیدنی خوشید باشید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.